بعد از سه مسابقه اول هفته 28 لیگ برتر، کفش طلا فعلا اندازه پای شیخ دیاباته است. ستاره‌ای که تا این هفته 13 گل با لباس آبی رو جشن گرفته و شروع دوران بازیش در فوتبال ایران معرکه بوده. میره واسه گل اول، میترکونه ورزشگاه و دیاباته. دیاباته در طول فصل بارها مصدوم شده و بازی‌های زیادی رو از دست داده، اما خونسردی، موقعیت شناسی و قدرت بدنی از این مهاجم یه هیولا ساختن. ستاره‌ای که هم خوب پنالتی میزنه، هم تک به تکا رو از دست نمیده و هم قدرتش رو خیلی خوب به خط دفاعی حریف تحمیل میکنه. دیاباته موقعیت برای استقلال، دیاباته ضربه رو میزنه توی دروازه. روبرو شدن با شیخ تجربه راحتی برای مدافعای لیگ برتری نیست. مهاجم استقلال از همه ظرفیت‌های بدنش برای نزدیک شدن به دروازه استفاده می‌کنه و معمولاً فرمول مشخصی برای باز کردن دروازه رقبا داره. فرمولی که تا امروز راه مهاری برای اون به طور کامل تو فوتبال ایران کشف نشده. از آخرین باری که کفش طلای لیگ برتر به یه مهاجم خارجی رسید، زمان زیادی سپری نشده. همین فصل گذشته بود که شیمبا و کیروش با 16 گل به طور مشترک این جایزه رو به دست آوردن. یه بار دیگه است که میفرستن به روی دروازه، به توی دروازه. شیخ برای تبدیل شدن به بهترین گلزن این فصل لیگ رقبای سرسختی داره. شهریار مقانلو و عیسی آل کثیر تو نزدیکترین فاصله به این ستاره دیده میشن. مهرهایی که به فاصله چند سال از هم تو لیگ یک چهره شدن. عیسی چند سال بعد از اومدن به سطح اول فوتبال ایران بالاخره به کورس آقای گلی رسید. شهریار برای انجام این کار بزرگ عجله بیشتری داشت. مهاجمای پیکان و نفت حتی اگه برنده این کورس جذاب نباشن، خودشون رو برای انتقالای جذابی تو روزهای آینده آماده میکنن. تو فهرست بازیکنایی که هنوز برای آقای گلی شانس دارن، مهدی ترابی و علی علیپور هم دیده میشن. مهدی ترابی به عنوان متخصص گلای سه امتیازی پرسپولیس، اگه این هفته‌های آخر با مصدومیت دست و پنجه نرم نمی‌کرد، شانس بیشتری برای تبدیل شدن به اولین هافبک آقای گل تو تاریخ لیگ برتر داشت. علی علیپور برخلاف ترابی شروع درخشانی تو لیگ 19 هم نداشت، اما به تدریج خودش رو پیدا کرد و دوباره در نقش گلزن اصلی تیم قرار گرفت. بین نفراتی که حالا تو کورس آقای گلی حضور دارن، علیپور تنها بازیکنیه که قبلا هم این عنوان رو به دست آورده. ارسلان مطهری آخرین اسم تو فهرست گلزنای دو رقمی لیگ برتر. فهرستی که لوسیانو پریرا و کیروش برخلاف فصل گذشته این بار هنوز واردش نشدن. ارسلان فصل فوق‌العاده‌ای رو پشت سر گذاشته، اما برای آقای گلی باید کمی بی‌رحم‌تر باشه. درست مثل مهدی قائدی که از مدت‌ها قبل فرصت‌های زیادی رو از دست داد و هنوز از تلسم زدن گل دهم رد نشده. سه گزینه مشترک تو نبرد آقای گلی برای استقلال یه رکورد ویژه برای باشگاهه. تیمی که صاحب بهترین خط حمله این روزای فوتبال ایران. این لیگ که زمانی تو 26 هفته برگزار میشد، ادموند بزیک با 13 گل کفش طلا رو برده و کریم انصاری فرد فقط با 14 گل زده تو لیگ 30 هفته‌ای برنده این عنوان شده. رکورد مقتدرانه ترین آقای گلی هم هنوز به رضا نوروزی لیگ 10 اختصاص داره. ستاره ای که تو یه فصل 24 بار دروازه تیمای رقیب رو باز کرد. باید پذیرفت که اساساً تو فوتبال ایران نسبت به لیگای اروپایی گلای کمتری رد و بدل میشه. مهاجما معمولاً مربی اختصاصی ندارن. آنالیز گل را و دفاع حریف کمتر جدی گرفته میشه. امکانات تمرینی کافی نیست و وضعیت چمن استادیوم هم تو خیلی از شهرها استاندارد به نظر نمیرسه. همه اینا در کنار هم شانس زدن گلای بیشتر رو از مهاجما میگیرن. 13 فعلا عدد آقای گلی تو لیگ برتر 19، اما تو نبردای باقی مونده هنوز لحظه های سرنوشت سازی وجود دارن که میتونن سایز کفش طلا رو تغییر بدن. ببینیم کفش طلای این فصل قاطی لیگ برتر به چه کسی میرسه. شیخ دیاباته که خیلی از بازی فصل از دست داده، ببینیم میتونه آقای گل بشه یا نه با همین تعداد بازی، یا بقیه میان کورس رو میبرن. مهدی قائدی هم حتی شانس داره، ارسلان هم همینطور. باید ببینیم تو بازی آخر چه اتفاق میفته. مهدی ترابی، علی علیپور و پرسپولیس هم هست.